مارتین دوست دارد که دسته های گل بسازد که هر کدام آن دارای سه بنفشه و چهار گل لاله می باشد. اگر قیمت یک بنفشه وی و قیمت یک گل لاله تی باشد عبارات را با معنی هایشان مطابقت دهید. پس بیایید که ببینیم در اینجا قیمت یک دسته گل مارتین یکی از دسته های گل مارتین دارای سه بنفشه و چهار گل لاله است. پس هزینه سه به نفشه به اندازه سه برابر یک به نفشه می باشد که همان وی است یعنی آن قیمت به نفشه هاست سه وی و بعدا هزینه چهار گل لاله چهار برابر قیمت یک گل لاله می باشد و آن چهار تی می باشد. پس این سه وی جمع چهار تی می باشد. این نمیباشد. با هم می بینیم این که در اینجا است این چهار تی جمع سه وی می باشد. این قیمت چهار گل لاله است چهار برابر قیمت یک گل لاله جمع سه برابر قیمت یک قیمت سه دست گل مارتین بنابراین این سه برابر این مقدار در اینجا می شود این قیمت یک دسته گل است ما سه دانه آن را می خواهیم پس این سه برابر مقدار چهارتی تی جمع سه وی می شود بیایید که با هم ببینیم اگر این را ضرب کنم سه ضرب چهار تی دوازده تی می شود و بعدا جمع سه ضرب سه وی نو وی می شود این کاملا یکسان است اگر بخواهیم که سه را تقسیم نمایم و آن دوازده تی جمع نووی می باشد. خب آن در اینجا است. این دو عبارات مساوی هستند و با هم می بینیم. آیا اینها با هم دیگر مساوی هستند؟ نه خیر این سه ازر تی جمع چهار وی می باشد. پس این را در جعبه استفاده نشده می گذارم. و بعدا سه وی جمع دو تی را دارم. آن را در جعبه استفاده نشده می گذارم. و با هم میبینیم این دوره دو وی جمع چهار جمع وی میباشد پس اگر این را ساده بسازم اگر من عبارات وی را ترکیب نمایم اگر من دو وی داشته باشم و یک وی دیگر را اضافه نمایم آن سه وی جمع چهار تی میشود پس در حقیقت این با قیمت یک دسته گل مارتین کاملا یکسان میباشد میتوانید این را همانند قیمت دو بنفشه جمع قیمت چهار گل لاله جمع بنفشه دیگر نشان دهید این قیمت سه بنفشه و چهار گل لاله میباشد بیایید که جواب خود را بررسی نماییم آن را درست حل کردیم